سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدین. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. یکی از تکنیکایی که من خودم خیلی عاشقش هستم و میتونه پروژه‌تون رو خیلی جذاب‌تر کنه، تدوین روی بیت موزیک هست. یعنی چی؟ یعنی با عوض شدن بیت و ضرب موزیک تصویرای شما عوض بشه. پس اگه دوست داری این تکنیک خیلی جذاب رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگر از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد، حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگر اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای با کیفیت‌تری برات تولید کنم. همونطور که می‌دونید سرعت توی تدوین خیلی مهم است و مثلا اگه شما چند روز طول می‌کشه یه پروژه رو انجام بدین، با استفاده از یه سری تکنیکایی که حالا من بهتون توی این دوره یاد میدم میتونین چند تا پروژه رو توی یه روز انجام بدیم و خب طبیعتاً درآمدتون هم بیشتر بشه. امروز یکی از اون تکنیک‌های خفن و خاص رو می‌خوام بهتون یاد بدم تا به صورت اتوماتیک روی بیت موزیکاتون تصویراتون هم تغییر کنه و نخواد روی هر کدومش دونه دونه بخواید بریم وقت بذارین. و یه امکانی رو بهت یاد میدم که خود پریمیر به صورت اتوماتیک این کارو برات انجام بده. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم دیگه بزنیم. ما برای اینکه بتونیم روی بیت های موزیکمون تصاویرمون رو تنظیم کنیم، باید اول روی بیت های موزیکمون علامت گذاری کنیم. برای این کار از کلید M روی کیبورد استفاده میکنیم. اگه من الان کلید M از روی کیبورد بزنم، میبینیم که اینجا برامون یه مارک و علامتی گذاشتش. و اگه شما کلید M رو زدین و این علامت براتون اینجا ظاهر نشد، به راحتی میایین توی ادیت و روی کیبورد شورتکات میزنین و توی قسمت سرچش سرچ میکنین اد مارکر. و همونطور که میبینین اینجا جلوی اد مارکر حتما بعد کلید M ظاهر شده باشه. اگه اینجا M نبود، میتونین اینجا کلیک کنین و از روی کیبورد M رو اضافه کنین اینجا، یا اینکه میتونین به راحتی کلید M رو از اینجا بگیرین و درک کنین و روی اد مارکر بندازین و بعدم اوکی میکنین و نشانگر تایملاینمون رو میذاریم اونجایی از موزیک که میخواییم تصویرامون رو پشت همدیگه قرار بدیم. مثلا من الان اینجا قرار دادم و حتما حواستون باشه تو پروسه نشانه گذاری این فایل صوتیتون سلکت نشده باشه، یعنی اینجوری سفید نباشه. میتونین یه قسمت دیگه ای کلیک کنین یا حتی اگه دیدین نمیتونین اینجا قفل رو بزنین که از حالت سلکت کلن در بیاد. چون اگه این موزیکتون سلکت باشه، مارکت ها رو میاد این پایین قرار میده و بعدن که میخواییم کلیپ ها رو جایگذاری کنیم، این موزیکتون حذف میشه. حالا موزیکمون رو پلی میکنیم و روی بیت های موزیکمون یا هر جایی که دوست داریم کلید M از روی کیبورد میزنیم. من موزیک رو پلی میکنم با کلید اسپیس و با کلید M مارکت یا علامت گذاری میکنم. مثلا تا همینجا خوبه، من یه ذره اینجا هم زومش رو تغییر میدم تا شما مارکر رو بهتر بتونیم ببینیم. و بعد از اینکه روی بیت های موزیکمون سلکت کردیم و اونا رو علامت گذاری کردیم، میایم ابتدای اون علامت گذاریمون و این فایل های ویدیویی که داریم و دونه دونه میاریم تو پنجره سورسمون و با کلید آی و او میتونیم ابتدا و انتهای اونجایی که میخواییم کلیپمون توی موزیک ویدیومون باشه رو انتخاب کنیم. شما روی تک تک این ویدیوهاتون میتونید سلکت کنید و با کلید آی و او مثلا این علامت مارکت گذاری ابتدا و انتها رو انجام بدیم. الان من اینجا به صورت خیلی سریع این کار رو انجام میدم، ولی حالا شما دقت کنین و هر جایی از فایل ویدیویتون که میخواستین توی پروژهتون باشه رو اینجا به دقت ابتدا و انتهاشو مشخص کنید. من خیلی سریع اینا رو علامت گذاری میکنم و یکیشو میرم از قصد خیلی کوتاه مثلا علامت گذاری میکنم تا یه نکته ای هم بهتون بگم.
و حالا اسماشون هم من تغییر میدم، مثلا اینو میذارم یک برای اینکه به توضیح دیگه هم بدم بهتون. اسم اینو با دو بار کلیک میتونیم عوض کنیم، دو میذارم مثلا، و اینم سه، اینم چهار، و این کلیپ پنجمون، اینم کلیپ ششممون، و اینم کلیپ هفتممون، و به ترتیبی که میخواییم توی پروژه‌مون قرار بگیره اونا رو سلکت میکنیم. من اینجا مثلا 5 تا مارکت گذاشتم، 1, 2, 3, 4, 5 تا مارکت گذاشتم، و مثلا به ترتیب اول میگم این پنجمیه رو میخوام، و کلید کنترل رو از روی کیبورد نگه میدارم، و این کلیپ سوممون رو میخوام مثلا، بعدش کلیپ اولمون رو میخوام، و 7 و 6. و حتما دقت کنید که این فایل صوتیتون سلکت نشده باشه و از منوی کلیپ اوتومیت تو سیکونس رو کلیک میکنیم، و تنها موردی که هست شما این پلیسمنت رو میرین روی گزینه دوم ات آن نامبرد مارکرز میذاریم، و حالا اگه اوکی کنین میبینین که نرم افزار به صورت اوتوماتیک خودش اومد و این ویدیوها رو بین این مارکت هامون قرار داد. ولی اینجا اگه دقت کنین این ویدیومون خیلی کوتاه هست و همون ویدیویی هستش که من از قصد طولش رو کم گرفتم اینجا برای اینکه به شما نشون بدم که حتما ویدیوی انتخابیتون باید از این بیت‌های موزیکتون بیشتر باشه، و اگه طول ویدیوتون که اینجا انتخاب کردین ابتدا و انتهاش کمتر از این بیت موزیکتون باشه یه قسمتی از اینجا خالی میمونه. حالا من برای اینکه اینجا درست شه کلید کنترل زد رو از روی کیبورد میزنم و این ویدیومونم ابتدا و انتهاش رو یه مقداری زیاد میکنم، و مجدد فایلایی که میخوام توی پروژه هم باشه رو اینجا اضافه میکنم، مثلا 7, 6, 5, 3, 2، و میرم توی منوی کلیپ و مجدد اینجا اوکی رو میزنم. همونطور که میبینین ترتیبم بر اساس اون ترتیبی است که ما اینجا سلکت کردیم. بریم الان موزیکمون رو با هم دیگه گوش بدیم و تصویرامون هم ببینیم به چه صورتی در میاد. من این پنجره پروگراممون رو بزرگ میکنم و فایلمون رو پخش میکنم. و به همین راحتی و سرعت تمام کلیپ ها به صورت اتوماتیک توسط خود نرم افزار جایگذاری شد، و همونطور که دیدین خیلی سرعت کارمون و این تکنیک بالا بود. و از این تکنیک میتونید روی تصویرام استفاده کنین و حتما کلیپ هاش حالا توی اینستاگرام یا جاهای مختلف دیدین. الان من خیلی سریع 5 تا عکس هم میارم توی پروژه‌مون اضافه میکنم و میرم ابتدای کارمونو. اگه این 5 تا عکسمون الان فقط سلکت باشه که سلکت هست، میرم توی کلیپ دوباره و اینجا اوکی رو اگه بزنم تصویرها رو برای من اینجا قرار میده به صورت اتوماتیک، و حالا دوباره میتونیم بریم کارمونو مشاهده کنیم. من فایلمونو پلی میکنم و هم دیگه ببینیم به چه صورتی در میاد. بسیار عالی. بعد دیگه شما به راحتی یاد گرفتین این کارا چه جوری و به چه سرعتی انجام بده. خب همونطور که دیدیم ما به چه راحتی و سرعتی تونستیم این تکنیک رو روی پروژه‌مون اعمال کنیم، و تدوین روی بیت موزیک باعث میشه که بیننده شما خیلی دیرتر خسته بشه و کار براش خیلی جذابتر بشه، و شما با این تکنیکی که الان یاد گرفتین سرعت کارتون هم خیلی بالاتر میره. اگه دوره 0 تا 100 آموزش پریمیر منو ندیدی، من لینکش رو این بالا میذارم، حتما اون قسمت ها رو برو مشاهده کن. کانال منم حتما سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش های بعدی من عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد حرفه‌ای تدوین کنه، حتما این ویدیوی منم براش بفرست. ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانی نمی کنم، تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.